درود بچه ها، من بازم با یه ویدیوی آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. توی این ویدیوی آموزشی میخوایم در رابطه با ارگای کرگ پی 50، پی 80 و ارگ پی 50 تبدیل شده به 80 صحبت کنیم. اول میخوایم یکم در رابطه با این ارگ توضیح بدیم و بعدش 0 تا 100 کار کردن با ارگ رو بهتون یاد میدیم. از روشن کردن شروع میکنیم تا میرسیم به گلچین کردن صدا و یه سری ترفندهایی که مطمئنا دنبالشین و به دردتون میخوره. پس این ویدیو رو از دست ندین و تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. مهدی جوزی هستم و شما بیننده کانال آموزش ارگ آنلاین در یوتیوب هستین. دوستان سابسکرایب کردن کانال ما یادتون نره. هر چقدر تعداد سابسکرایب های کانالمون بالاتر بره، ویدیوهای آموزشی بیشتر و بهتری رو براتون قرار میدم. برای سابسکرایب کردن کانال ما فقط کافیه زیر همین ویدیو رو که نگاه کنید، اگر منوی موبایلتون فارسی باشه یه دکمه هست به نام مشترک شدن و اگر منوی موبایلتون انگلیسی باشه یه دکمه هست به نام سابسکرایب. شما برای سابسکرایب کردن کانال ما فقط کافیه همین دکمه مشترک شدن یا سابسکرایب رو بزنید و یه علامت زنگوله هم کنارش داره که اگر اون علامت زنگوله رو هم بزنید، به محض اینکه ویدیو جدیدی اینجا براتون آپلود کنم تو قسمت نوتیفیکیشن براتون میاد و میتونید بیاد ویدیو رو مشاهده کنید. و هر سوالی هم دارین تو بخش کامنت ها بپرسین و لایک کردن این ویدیو یادتون نره. و اما میرسیم سر بحث خودمون، ارگای پی 50 و پی 80. خب من همونطور که اول ویدیو گفتم، اول یکم در رابطه با خود ارگ صحبت میکنیم و یه سری توضیحات در رابطه با خود ارگ میدم، بعدش میریم سراغ کار کردن با ارگ. فقط خواهشی که ازتون دارم اینه که حتما این ویدیو رو لایک کنید، چون واقعا 2 روز کامل آماده کردن این ویدیو وقت منو گرفت. مرسی. خب ارگای کرگ پی 50، پی 80 یا ارگ کرگ پی 50 تبدیل به 80 که حالا توضیح میدم براتون که پی 50 تبدیل به 80 یعنی چی، اولین ارگ چجوری بوده و چجوری تبدیل به 80 شده. این ارگا محبوب ترین ارگای توی ایران هستن و تقریبا 99% نوازندهای کیبورد ایران با این ارگای پی 50 و پی 80 کار کردن، یا این ارگو داشتن یا 100% همشون با این ارگ زدن و ارگ خیلی محبوبی هست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که نسبت به قیمتی که ارگای الان دارن، ارگ نسبتا ارزونی هست ولی خب با امکانات بالا. هنوز با اینکه این ارگ ارگ خیلی قدیمی هست، براش ریتم و صداهای جدید ساخته میشه و ولی خب یه سری ارگای دیگه هم هستن که همزمان با همین ارگ پی 50 پی 80 بودن، مثل یاماها A1000، A2000 و ارگای دیگه که اینا خب برای الان نیستن، که الان این ارگای پی 50 پی 80 آکپندشون نیست و هرچی پی 50 پی 80 هست همشون برای 15 سال پیشه و دست دومه. و همون زمان ارگایی هم بودن کنار اینا مثل یاماها A1000 و اینا، که اون ارگا دیگه الان ممکنه بعضی جا یه سری ریتم و صداهای خیلی ضعیفی براشون بسازن که من ندیدم برای یاماها A1000 یاماها A1000 کسی ریتم بسازه، شاید میسازن ولی من ندیدم. ولی برای پی 50 پی 80 ریتم ساخته میشه، صدای جدید ساخته میشه و هنوزم که هنوزه ارگ خیلی بروزی هست. و برای شروع نوازندگی، کسایی که میخوان تازه نوازندگی رو شروع کنن، به شدت گزینه مناسب و عالی هست. و برای کسایی که خب حالا نیمه حرفه‌ای هستن و فقط میخوان توی خونه بزنن، به شدت بازم گزینه مناسبی هست. و برای کسایی هم که میخوان آموزش بدن هم بازم خیلی گزینه مناسبیه. من خودم یه ساز دیگه ای داشتم که اونو فروختم و چون میخواستم آموزش بدم، چون کارم آموزش هست، ساز پی 50 گرفتم که چون اکثر هنرجوان پی 50 داشتن، منم پی 50 گرفتم که بتونم اگر سوالی چیزی داشتن به سوالاتشون پاسخ بدم. و به نظر من پی 50 نسبت به قیمتی که داره فوق‌العاده است، یعنی الان تو رنج 10 میلیون اینا. البته این قیمتی که دارم بهتون میگم الان امروز
28 فروردین 1400، حالا یکی یه سال دیگه دو سال دیگه این ویدیو رو میبینه اون موقع شاید گرونتر شده باشه یا ارزونتر شده باشه، ولی الان تو رنج 10 میلیونه و به نظر من با قیمت 10 میلیون امکانات خیلی فوق‌العاده‌ای داره. و اما وارد خود ارک بشیم. ببینید الان برای خیلی از کسایی که حالا زیاد آشنایت با ارک ندارن، براتون این سوال مطمئنم پیش اومده که آقا یعنی چی ارگ پی 50 تبدیل به 80؟ تبدیل به 80 یعنی چی؟ ببینید ارگای پی 50 و پی 80 که کنار هم قرار بدین خیلی شبیه همن، یعنی خب این دکمه هایی که میبینید اینجا این دکمه هاشون دقیقا یکیه. پی 80 دو تا قابلیت اضافه در نسبت به پی 50 داره، یکی قابلیت وکاله و یکی دیگه هم این که فلش کارت میخوره. ببینید از این فلش کارت ها میخوره پی 80. اون اوایل که پی 50 اومده بود از این فلش کارت ها نمیخورد و فقط از اینجا فلاپی میخورد و فلش کارت نمیخورد. بعد این ارگ چجوری تبدیل به 80 شد؟ زمانی که اومدن اینجا براش یه جای فلش کارت درست کردن و فلش خورش کردن و الان این ارگ پی 50 که من دارم مثل پی 80 فلش کارت میخوره و البته ارگای پی 80 از اون پشت فلش کارت میخورن، ولی خب اینو حالا جای فلش کارتشون اینجا گذاشتن. ارگایی داریم که 8 فلشن، یعنی جوری تبدیل شدن که 8 تا فلش کارت با هم میخورن. ارگای پی 80 ببینید از اینجا فلش میخورن، از این پشت فلش میخورن، ولی خب ارگای پی 50 از این جلو فلش میخورن و بعضیاشون هم هستن که 8 فلشن که اونا هم مثل این که از اون پشت فلش میخورن. اینطوری شد که ارگای پی 50 تبدیل به 80 شدن. و یه تفاوت دیگه ای هم که دارن اینه که ارگای پی 50 چینی هستن و ارگای پی 80 ایتالیایی هستن. ارگای ایتالیایی خیلی کمه، یه دونه 80، یه دونه 800، یه دونه تیری فورم فکر کنم ایتالیایی باشه، حالا دقیق الان تو ذهنم نیست ولی فورم فکر کنم ایتالیایی باشه. پس اینجوری شدش که ارگای پی 50 تبدیل شدن به پی 80. و خیلیاتونم اسم کامپکت به گوشتون خورده که میگم مثلا پی 50 کامپکت خوره. کامپکت خور یعنی این که از این پشت یه رم سی اف میتونید بزنید و روی فلش کارتتون ریتم و صدا بریزین که آموزشش رو قبلا گذاشتم، فکر کنم چند تا ویدیو پایین تر از همین ویدیویی که دارید نگاه میکنید میتونید برید اگر اون آموزش هم دوست دارین ببینین، آموزش ریتم ریختن روی فلش کارت پی 50 پی 80 اسم ویدیو. خب دیگه به خود ارک بپردازیم، از بحثای حاشیه‌ایش بیایم بیرون. من میخوام صفر تا صد کار کردن با این ارک رو توی این ویدیو توضیح بدم. بچه‌هایی که حالا یه سری چیزها رو بلدن، مثلا ریتم آوردن و اینا رو بلدن، بهشون پیشنهاد میکنم که ویدیو رو جلو نکشن و تا آخر این ویدیو رو نگاه کنن، چون که این وسط مثلا یه سری نکات مهمی میگم که ممکنه به دردتون بخوره و بلد نباشین. پس ویدیو رو کامل تا آخر نگاه کنیم. خب ما اول با اینجا کار داریم. ببینید این چراغ وقتی بالا باشه توی هر کدوم از این یوزرامون 16 تا ریتم داریم وقتی این چراغ بالا باشه. ببینید توی این 16 تا میایم میرسیم به اینجا 16 تا تو هر کدوم ریتم داریم. خب من یه دونه از این یوزرها رو انتخاب میکنم، وقتی یه بار یه دونه از اینا رو بزنیم 8 تا ریتم، ببخشید 4 تا ریتم این ور داریم، 1 2 3 4، اینا هم کار همینا رو میکنن توی این قسمت. یعنی اینو بزنیم اینجا، این دکمه پلی رو بزنیم این ریتم پخش میشه، بعد دوباره همینو بزنیم همین ریتم پخش میشه. این دکمه های دور صفحه هر دوتاشون، البته بجز این دوتا هر دوتاشون یک کار انجام میدن. پس 4 تا ریتم این ور صفحه داریم و 4 تا ریتم هم این ور صفحه، 1 2 3 4 5 6 7 8. خب
پس 8 تا ریتم داریم که هر کدوم از این ریتما خودشون 4 تا صدای اختصاصی دارن. 1 2 3 4. روی F1 یه صدا دارم، این F2، این F3، این F4، هر کدومشون 4 تا صدا دارن. مثلا این ریتم انتخاب میکنیم، ریتم مزخرفیه، این انتخاب میکنیم، این هم مزخرفه متاسفانه. خب اینجا کلا ریتم هم مزخرفه، هر کدومشون 4 تا صدا دارن. ببینید این یه صدا، F3، این یه دونه دیگه. این دکمه من یکم خرابه. خب اینم F4. پس هر ریتمی 4 تا صدا داره. خب من گفتم که هر کدوم از این یوزرها 16 تا صدا دارن، این که شد 8 تا. یه بار دیگه که همینو بزنیم 8 تا ریتم دیگه میاد برامون. ببینید اولی انتخاب میکنم، دومی، ببینید فرق کرد، 8 تا ریتم جدای دیگه برامون میاد که اینا هم 4 تا صدا دارن. هر ریتمی رو کلا توی دستگاه انتخاب کنید 4 تا صدا این پایین داره. و هر ریتمی 4 تا وریشن داره اینجا، وریشن 1 2 3 4. و البته بعضی از ریتم‌ها هستن که 2 تا وریشن دارن، 3 تا وریشن دارن، ولی خب نرمالش 4 تاه. حالا این وریشن 1، وریشن دومی، سومی، وریشن چهارمی، و همه ریتم هم 2 تا پاساژ دارن، این پاساژ 1، پاساژ 2. ببینید پاساژ دوم، اینم که استوب میکنه یک ثانیه، ببین دوباره خوش پلی میشه، اینم که دکمه پلی و استوب است که اینو خودتون میدونید. پس وقتی این چراغ بالا باشه توی هر یوزرمون 16 تا ریتم داریم. این چراغمون اگر پایینم باشه، یعنی چراغ پایینمون هم روشن باشه، بازم توی هر کدوم از این یوزرها 16 تا ریتم داریم، مثل بالا دقیقا، هیچ فرقی نمیکنه. ببینید دوباره همین یوزر رو میزنم، به همین صورت میتونید ریتمایی که میخواین رو انتخاب کنید. پس یوزرمون بالا باشه پایین باشه، روی هر کدوم از این، بخشید، این چراغ بالا باشه پایین باشه، توی هر کدوم از این یوزرها 16 تا ریتم داریم. ولی زمانی که این دوتا چراغ با هم روشن باشه، ما دیگه داخل دستگاه نیستیم، اینا ریتمای داخل دستگاهمون بود. ما از اینجا به بعد دیگه وارد فلش کارتمون میشیم که توی فلش کارت معمولاً 50 تا اینا ریتم هست، و فقط هم روی فلش کارت ها معمولا این دکمه کار میکنه، اینا دیگه، این یوزرها دیگه کار نمیکنن. خب من یه دونه میزنم، وارد صفحه اول میشم، این ریتم اولی انتخاب میکنم، اینجا هم مثل همون ریتمای دستگاه، هر کدومشون، هر صدای، هر ریتمی 4 تا صدا داره، این صدای اول، صدای دوم، صدای سوم، این دکمه یکم خرابه، و صدای چهارم، و وریشن و پاساژ و اینا همه جا یکیه، هیچ فرق نمیکنه ریتم توی دستگاه باشه توی فلش باشه، این دکمه فلشه. خب حالا من میخوام برم صفحه بعدی، چون فلش کارت ها 5 6 تا صفحه دارن دیگه، برای اینکه بریم صفحه بعدی این دکمه رو میزنیم. الان نگاه کنید رفتیم صفحه بعدی، این ریتم اول، این ریتم مثلا سوم، حالا میخوام برم صفحه چهارم، یه دونه میزنم صفحه سوم، صفحه چهارم، ریتم اول، و حالا رو صفحه چهارم هم میخوام برم صفحه سوم، یه دونه اینو بزنم برمیگرده. صفحه سوم هم میخوام برم صفحه دوم، دوباره همینو بزنم برمیگرده. با اینا میتونید صفحه ها رو جلو عقب کنیم. پس هر ریتم 4 تا اینجا صدا داره، 4 تا اینجا وریشن داره، 2 تا پاساژ داره، اینم که دکمه استوپه.
ولی اینا چی هن؟ اینا اینترو هن. اینترو یعنی چی؟ یعنی اینکه خودش بزنه. الان من یه نمونه مثلا بهتون نشون بدم. مثلا اینجا رو ببینید، من اینجا این ریتم و این اینترو رو روشن میکنم، خودش میزنه. پس اینا هم اینترو شدن. بعضی از ریتم ها اینجوری خودشون اینم اینتروه. این اینترو رو همه ریتم ها ندارن، بعضی از ریتم ها دارن، همه ریتم ها اینترو ندارن. پس این شد ریتم آوردنمون و اینطوری میتونیم ریتم هامون رو بیاریم. و اما میرسیم به صدا. اینجا رو که میبینید این چراغ وقتی به سمت بالا باشه، یعنی چراغ بالایی روشن باشه، توی هر کدوم از این یوزرها 8 تا صدا داریم. مثلا من الان این یوزر رو انتخاب میکنم، ببینید 4 تا صدا این وره مثل ریتمایه، 4 تا صدا میبره. الان این صدا 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 تا صدا توی هر کدوم از این یوزرها هست وقتی چراغ به سمت بالا باشه. وقتی چراغ به سمت پایین، این چراغ پایین روشن باشه، بازم توی هر کدوم از این یوزرها 8 تا صدا. مثلا این یوزر صدای اول، صدای دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم. 8 تا صدا هست. و این رو هم بگم که شما میتونید هر ریتمی رو که خواستین اول از اینجا مثلا انتخاب کنین، بعدش بیاین از اینجا صدا انتخاب کنین و صدایی که میخواین رو اونجا پلی کنین. من گلچین کردن صداها رو توی ارگی پی 5 البته براتون آموزشش رو گذاشتم، ولی یه توضیح کوچیکی میدم. الان مثلا ما بخوایم هر صدایی رو از توی یه بانک صدایی ببریم توی بانک صدای دیگه، مثلا از بانک صدای چهارم این صدای برست رو میخوایم ببریم بانک صدای سوم روی هشتمین صدا، میام روی، البته این صدای قشنگیه، میاریم روی مثلا ششم، هفتمین صدا، میام روی بانک چهارم، اینجا این دکمه رو میزنم، بعد اینجا گزینه اول برای انتخاب اسم صدایی که من اسم صدا رو نمیخوام انتخاب کنم عوض کنم، این دومی رو میزنم و با این میتونیم بریم عقب یا جلو. اینو میتونیم به سمت عقب بچرخونیم یا به سمت جلو، از این دکمه هم میتونیم استفاده کنیم. خب من میام بانک صدای 3 هشتمی، هفتمی، روی بانک صدای سوم و روی هفتمی صدا عملا ببینید. و اینجا یه بار دکمه اینترکسی رو میزنم، این دکمه رو میگه که آیا مطمئن هستین که میخواین این عملیات انجام بدین. یه بار دیگه میزنم و به همین راحتی صدا جایگزین میشه. الان میگم بانک صدای سوم، صدا اومد اینجا. اینم از گلچین کردن صدا و هر چیزی که مربوط به صدا میشه. ضمناً اینو هم بگم که اگر میخواین گلچین کردن صدا رو کامل تر ببینید، برید اون ویدیوی آموزش گلچین کردن صدا رو هم توی همون فکر کنم 3 تا ویدیو پایین تر از این ویدیو باشه، برید اونو نگاه کنید. خب بریم سراغ ترفندهای دیگه. پس این تا الان اینجا ریتم آوردن و صدا آوردن و گلچین کردن صدا رو توضیح دادیم. بریم سراغ ترفندها. خب از اینجا شروع میکنیم. این دکمه اینجا که باشه، خب روی حالت عادیه، روی این که باشه صدا خیلی حالت دیلی مانند شدید میاد و ریتم و اینا هم پلی نمیشه. روی این سومی من زیاد اینو تستش نکردم ببینم چیه، ولی انگار کیبورد رو فکر کنم میبره توی حالت خواب، یه همچین چیزایی، من زیاد حالت تستش نکردم ببینم چیه. ولی این دوتا رو که با هم میزنیم خودش وارد یه جایی میشه
که حالا ما با اینجا کاری نداریم و دوباره که اینو میزنیم اینجا با این دکمه، با این میگم دکمه، اینا دکمه نیستن، اینا ولومن، با این ولوما میتونیم هم صدامون رو بالا پایین کنیم، ولوم صدامون رو تغییر بدیم، هم ولوم ریتممون رو. این کار رو اگر نکنید، این دوتا دکمه رو اگر نزنید، بعدش این دکمه رو بزنید، این صدای ولوم اگر دقت کرده باشین براتون کار نمیکنه. ولی الان ببینید این بالای بالاه، صدامون با این شدت، یعنی با این ولوم صدامون میاد. حالا اینو میارمش پایین تر، حالا ببینید وقتی که ما این دوتا دکمه رو با هم میزنیم و اینو میزنیم، از اینجا میتونیم ولوم صدامون رو بالا پایین کنیم و از این ولوم هم استفاده کنیم. خب این دکمه رو که بزنیم پیانو میشه، کیبوردمون از اینجا، از این اکتاو یک تا اکتاو پنج همش پیانو میشه. اینو هم بزنیم همینطور. ولی فرق این چیه؟ این تفاوتش اینه که وقتی اینو میزنیم از اینجا میتونیم اینو بچرخونیم، این قلتک رو بچرخونیم و صداهای دیگر رو هم داشته باشیم، یا به سمت عقب که بچرخونیم وارد سمپلای ریتممون میشه. و حالا هر چقدر بچرخونیم چیزهای مختلفتری میاد برامون. این مثلا سمپلا رو میاره. پس اینم شد از این دکمه های اینجا. خب حالا میریم سراغ این دکمه. ببینید این چراغ وقتی که روشن باشه، ما آکورد که میگیریم، مثلا من یه ریتم بیارم، ببینید آکورد رو که میگیرم، دستم وقتی از روی آکورد برمیدارم، آکورد خودش میزنه، ببینید. ولی وقتی این چراغ رو خاموش میکنم و آکورد میگیرم، ببینید دستم رو برمیدارم دیگه آکورد نمیزنم. پس این دکمه برای اینه. اینو اینم که برای آکورد بیسه که حالا ما زیاد باش کاری نداریم، صدای گیتار بیس رو میاره که حالا ما زیاد باش کاری نداریم. میرسیم به این دکمه که من متاسفانه چون یه دستم دوربینه نمیتونم بهتون این دکمه رو درست نشون بدم، ولی خب این دکمه رو که نگه داریم و هر نوتی رو که اینجا بزنیم تا اون نوت آکورد میشه برامون، ببینید، تا قبلش یا خود نوت برامون آکورد میشه. مثلا من میخوام تا این اکتاو 3 تا اینجا مثلا آکورد باشه برام، خب تا اینجا وقتی نوتا رو میگیرم برام آکورد بگیره، یا اصلا تا اکتاو 4 میخوام مثلا نوتا رو اینجا میگیرم، به جای اینکه برام اینجوری صدا رو بزنه آکورد بزنه، اون دکمه رو نگه میدارم. ببینید این دکمه رو میزنم، اینجوری باید نگه دارید، این دکمه رو نگه میدارید و هر نوتی که میخواین رو اینجا انتخاب میکنید. مثلا بذارید من با این دستم این نوت رو اینجا انتخاب کنم که تو دوربین متاسفانه دیده نمیشه. ببینید این نوت رو انتخاب کردم و تا اینجا الان برام آکورد شده. ببینید تا اکتاو 4 اینجا الان فقط صدای آکوردمون یکم خوب نبود. پس اینم برای این شد. با این کار نداریم. و این وقتی که روشن باشه سرعت ریتم یکسان میشه. مثلا من روی این ریتمم سرعتش اینه، خب وقتی که اینو روشن میذارم این ریتم رو انتخاب میکنم سرعتش همون میشه، تغییر نمیکنه. ببینید دیدین اینم برای اینه. خب این دکمه برای چیه؟ اینو وقتی که بزنیم و از اینجا پلی کنیم، صدا ریتم آروم آروم پلی میشه و میاد بالا. ببینیم یه بار دیگه میزنیم، ببینید
آروم آروم میاد بالا. و همچنین وقتی که ریسم روشن باشه و اینو بزنیم، ریسم آروم آروم میره پایین. اینا رو که توضیح دادم چیه، اینا وریشنه، اینا هم که پاساژ این اینتران که گفتم، این دکمه پلی و استوپه. این دکمه هم دکمه مهمیه. وقتی که این چراغاش خاموش باشه، این دوتا چراغاش، با این پلی میکنیم و اینجا آکوردها رو که میزنیم هیچ اتفاقی نمیفته. ولی وقتی که این یه چراغش روشن میشه، ببینید این چراغش روشنه، اینجا که ما هر دکمه ای از آکوردها رو بزنیم از صدا نه، ببینید صدا هیچی نمیشه، ولی این دکمه های آکورد رو بزنیم ریتممون پلی میشه. و دوتایی اگر باشه این حرکت اکشن میشه روی آکوردا، روی هر کدوم که بزنیم اینجوری اکشنی میزنه. اینم برای سر ضرب آوردن ریتمی که من ازش استفاده نمی کنم، مثلا خواننده جای خارج میشه از ریتم، اینو میزنیم. با اینو اینام که کاری نداریم، اینا پده، این صدامون پد نداره، این دکمه من خرابه. اینم پدو چیز میکنه. من یه پدی بود که اگر دست داشت اینو خیلی راحت‌تر میتونستم بهتون توضیح بدم که پیدا نمی‌کنم متأسفانه. آن ببینید این داره دست میزنه، اینو که بزنیم صدای پدو قطع میکنه. اینا هم که ترانسپوز هستن. و اینم برای این قلتک و این دوتا دکمه پایینش خیلی جای مختلف کارایی مختلف دارن، ولی در حالت معمولی سرعت ریتم رو بالا پایین میکنه. ببین اینم همینطور صدا رو میبره، ریتم رو میبره بالا، سرعتش رو این میاره پایین. و ما میرسیم به این دکمه. ببینید این دکمه وسط وقتی روشن باشه که خب رو حالت معمولیه، اینو وقتی میزنیم این روشن باشه، صدا رو با هم ترکیب میکنه. مثلا این صدا رو میام اینجا اینم میزنم، صدا با هم ترکیب میشه. و وقتی که این روشن باشه، ببینید این وقتی روشنه، هر صدایی که انتخاب میکنیم خودش یه ریتم بهمون میده. مثلا این صدا رو انتخاب میکنم، خودش یه ریتم میده. این هم یه قابلیت باحالیه. ما میرسیم به این دکمه. ببینید این دکمه رو وقتی خاموش میکنیم، این ور آکوردها رو که میگیریم دیگه نمیزنه. و این جایی به درد میخوره که شما میخواین پلی بک بذارین و بگین که خودم دارم میزنم، تقلب میخواین کنید، اون دکمه رو خاموش میکنید و از اینجا همین دکمه رو که تو قسمت قبلی توضیح دادم اینو نگه میدارید و میاین این نوت رو میزنید. این نوت آخری رو من بزنم، خب میاین اینو میزنیم و تا اینجا همه صداها قطع میشه و شما میتونید اینجوری تقلب کنید، الکی اینجا بزنید و بگین دارم خودم میزنم. و وقتی که اینو میزنیم و اینو روشن میکنیم، اول از این اول تا این آخر هم آکورد میشه هم صدا. یعنی مثلا اینجا هم میتونید آکورد بزنید هم میتونید ساز بزنید. همینجا آکورد هم میتونید بگیرید، یعنی با دست راست هم میتونید با این قابلیت آکورد بگیرید هم بزنید. ببینید اینطوری میتونید هم آکورد بگیرین هم که بزنید، که حالا زیاد کار جالبی نیست. و اما میرسیم به آخرین ترفندی که میخوام بهتون بگم، اونم اینه که با زدن این دکمه و این میتونید لاینای موزیک رو ببینید. یعنی الان ببینید این دوتا رو باید فشار بدیم. ببینید این دوتا، این دوتا، این دوتا، این دوتا، این این دوتا، این دوتا، این دوتا رو که هر جفتشون رو با هم فشار بدین یه بخشی از ریتممون قطع میشه. الان ببینید
کیک و اسنی رو قطع کرد. ببینید اینجا الان این دوتا رو با هم زدن، کیک و اسنی رو قطع کرد. دوباره میزنم، حالا این دوتا پرکاشنش رو قطع کرد. حالا این بیس آکورد رو قطع کرد. بزنین این رو قطع کنم. ببینید اینا لاین های آکورد رو قطع میکنه. ببینید اینو که بزنیم صفحمون عوض میشه. اینجا کلن ریتم رو قطع کرد. ببین پیانوی خالیش مون. اینو که دیگه قطع کنیم دیگه کلن هیچی نمونه. اینطوری میتونید اینجا با این صفحه رو عوض کنید و لاینوی مختلف ریتم و قطع و بسل کنید. خب مرسی از بچه‌هایی که تا آخر ویدیو، یعنی تا الان ویدیو رو دنبال کردن. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. یه سری ترفند گذاشتم، گلچین کردن صدا، کرون کردن هر نوتی که میخواین با استفاده از این پد، از این پدایی که میبینید. اینا رو همه رو آموزشش رو توی کانال چون بودش دیگه توی این ویدیو نگفتم که ویدیو طولانی نشه. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. ویدیوهای قبلی کانال رو هم حتما ببینید، دکمه زنگوله رو بزنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.